درود بر شما شنوندگان و بینندگان رادیو تلویزیون های آیدیا سیروس کنگر هستم و با بخش دیگری از برنامه های بینظمی نوین جهانی با شما هستیم اما همانطور که گفتیم رایشترین روایت مربوط به این قسطون ها در جهانی که در نزدیکی ساعت معروف لندن واقع هست لوژهای محل گردهمایی فراموسون ها هستند که در اون جلسه ها مراسم ها و سایر مناسک خودشون رو برگزاری میکنن. هر هرچند لوژ تحت نظر یک لوژ اعظم هست اما به طور کلی در فراماسونری قدرت واحد یا چیزی به عنوان لوژ مرکزی برای کل دنیا مثل واتیکان برای کاتولیک ها وجود نداره و در واقع لوژ اعظم اون لوژ اعظم هر ناحیه‌ای مستقل برای خودشه قبل از اینکه جلوتر بریم و این جای تاریخچه رو به تاریخ معاصر فراماسونری وز کنیم به یک سوال پاسخ میدیم سوال اینه فراماسون ها چه میکنن و چرا باید تاریخچه اونها رو بدونیم خود فراماسون ها در مسابقه میگن ما فقط یک کلاب مردانه ساده داریم و عضویت در اون به ما معمولیت میده که به خوبتر شدن آدم ها به خوبتر شدن آدم های خوب کمک کنیم اینجا جایی برای پیشرفت شخصی ماست و ما دوست های جدید پیدا میکنیم فراباسون ها هر چند وقت یک بار جمع میشن و مراسمشون رو اجرا میکنن افرادی راجع به موضوعات مختلف کنفرانس میدن و در نتیجه مهارت های اجتماعیشون تقویت میشه میشه گفت این یک جور شبکه سازی هم هست افراد خاصی قربال میشن و با هم پیمان میبندن اینطور پیمان میبندن و به همدیگر در زندگی کمک میکنن ولی دوستانی دارند که در هر حال با تو همراه هن. این دوستانی که در این مراسم به این ترتیب پیش خواهند رفت یک هدف مشترک پیدا میکنند و قاعدتا قدرتمندتر میشوند بعدی است که قدرت پنج نفر بیشتر از یک نفر است مثلا در شرایط جنگی بین دو کشور اگر فراماسونری اسیر شود و در جبهه مقابل خودشو فراماسون دیگری معرفی کنه با وجود دشمنی بین کشورها فراماسونها با هم کمک میکنند مثلا مانع کشته شدن هم می شود. اینجاست که پیمان برادری دیده می شود. ماسون ها در هر سطحی که باشند همدیگر رو برادر صدا می کنن. <applause> به طور کلی رمز و رازهای وجود داره که کسی از اونها خبر نداره. تا اینجا هم که همه چیز خوب به نظر میرسه، پس از این همه جنجال ها به خاطر چیست؟ در حقیقت یک سری تئوری های درباره این گروه مطرحه که منجر به مخوف شدن اون شده تصور کنید تعدادی شخص قدرتمند سیاستمدار و ثروتمند در جاهای جمع شده باشن جلسات هفتگی تشکیل بدن کسی را هم بین خودشون نپذیرن مراسم های رمزالود با نمادها و نشانه های عجیب و غریب داشته باشند و به هیچ کس نگوین اونجا چه میگذره یا چه گذشته طبیعی است که توجه همه به ایشان جلب میشه و این تصور شکل میگیره که توتعی برای دست برای به دست گرفتن قدرت در کار هست چیزی که در مورد فراماسونری میدونیم که هیچ وقت هیچ چیز را کاملا متوجه نمیشویم در ظاهر اصلا هیچ گروه مخفیانه در کار نیست بلکه خیلی ها به اتحاد کارهای اون خبر شهره میشن مثل بیل گیتس و ملانی گیتس و خیلی از گلوبالیس های دیگر که در آینده به طور مفصل دربارهشون صحبت خواهیم کرد ماهانه چندین میلیون دلار صرف امور خیریه کنند و تا حالا تعداد زیادی بیمارستان مدرسه و مرکز نگهداری از کودکان و سالمندان و غیره ساختن بنابر تئوری دیگر در گذشته که سازمان های رفاهی وجود نداشتند این فراماسون ها بودند که با ساختن یتیم خانه ها مراکز بهداشتی و غیره به فراهم کردن تسهیلات رفاهی برای مردم جامعه کمک میکردند البته ممکن است که این قوانین وضع شده باشند تا بتوانند نگرش منفی به وجود آمده را مدیریت بکنند قبل از اینکه به ادامه سیر تحول فراماسونری از سال 1717 در انگلستان به بعد بپردازیم باید نکته دیگر را روشن کنیم در آغاز گفتم که فراماسون ها سنگ تراش و سازنده بودند و در جای دیگر شنیدید که فراماسون های امروز سیاستمدار و رئیس جمهور تاجر و افرادی هستند که هیچ ربطی به سنگ تراش ها ندارند خب اینجاست که باید بدونیم فراماسونری در دوره‌ای طی یک سری تحول از operative که به سنف سنگ تراش ها محدود می شد به سپیکلتیف تغییر پیدا کردن یعنی فراماسونری عملیاتی به فراماسونری منحصرا اندیشهی تبدیل شد و دیگر برای عضویت در این گروه سنگ تراش و بنا و معمار بودن لازم نبود و افراد از هر سنفی می توانستن به فراماسونری ملحق بشوند درباره خود این سیر تحول هم روایات مختلفی وجود داره یکی از اون روایات اینه که در زمان اصلاح ساختار پروتستانی کلیساها در دوره رونسانس فراموسونری عملیاتی رو به افول گذاشته بود یکی از دلایل این امر اون بود که دیگه به ساخت بناهایی که طرح کلیسا ساخته شده بود نیازی نبود و این باعث می شد که کار سنگ ها کمتر بشه و ماهیت فنی این سنف رفت رفته رفته ام... کم اهمیت بشه به صدا همزمان دانشمندان که در عصر روشنگری به خاطر طرح مسائل علمی مجازات می شدن به دنبال معافل مخفیانه بودند که بتونن در اون قالب با هم گفتگو و هم صحبتی داشته باشند مجالس فراماسونری رو برای این کار مناسب دیدن و فراماسون ها هم از حضور چنین افراد دانشمند و بانفوزی در میان خودشون استقبال می کردند. به این ترتیب فراماسونری به کانونی تبدیل شد که جنتلمن ها، اون جنتلمنها درون خودش جا میداد تا بتونن در کمال برابری و آزادانه راجع به هر چیزی با هم صحبت بکنن ولی کماکان همون اسلوب و روش ها رو در لایه فرمی نگه داشتن و فقط معانی متفاوت به اونها دادن مثلا نشانه فراماسونری از یک پرگار و گونیا تشکیل شده و لباس فراماسون ها شبیه روپوش سنگ تراشان قدیمی است که نشان دهنده ارتباطشون با فراماسونهای های اولی است این نمادها در فراماسونی مدرن معانی تازه پیدا میکنه معماری دیگر به معماری ساختمان اطلاق نمی شود بلکه به معنای معماری جهان هستیس و استاد ماسونها به جای ساختن ساختمان های به دنبال ساخت دنیا و جامعه خاص هستند. فراموسونری نماد و نشانه زیادی دارد. برای مثال گونیا که در انگلیسی همون سکویر یا مربع هست فراموسون ها اصطلاحی دارند که میگویند actions my square actions یعنی رفتار و سکنات و زندگی متعادل مثل ازلاع یک مربعه که گونیا نصف مربع است با پرگار که به معنای محدود کردن حوث های نفسانی هست چون پرگار در یک محدوده خاص و مشخص میچرخد اگر به نمادشون دقت کنید حرف انگلیسی جی را میبینید درباره این حرف دو روایت داریم یکی اینی که کلمه جیومتری هندسه اشاره داره که مرکز زندگی فراماسون ها بوده و یکی از علوم مقدس اونهاست روایت دیگه این رو میگه در راجع به کلمه جی یعنی گاد خداوند که مرکز زندگی یک فراماسون هست خودشون البته معتقدن این حرف نشانه این هست که شما باید به یک قدرت ماورایی اعتقاد داشته باشید و فرقی نمیکنه پیرو چه دینی باشید حالا که فراماسونری و شکل مدرنش رو بهتر شناختیم ببینیم بعد از 1717 که نقطه عطفی برای شروع فراماسونری مدرن بود چه اتفاقی افتاد در قرن 18 هم میبینیم که لوژها و لوژهای اعظم دیگری در اقصانقات جهان به وجود میاد و روز به روز افسایش پیدا میکنه فراماسونری به امریکا هم میرسه و اولین لوژها در ایالت پنسیلوانیا تاسیس میشه در همان دوره بود که کلیسای کاتولیک فراماسونی رو محکوم کرد و اعلام کرد هیچ کاتولیکی نباید به فراماسون ها ملحق شود و گفت فراماسونری بسیار برای جامعه و نفس روح انسان خطرناکه اگر خوب نگاه کنیم میبینیم فراماسونری جایی بود که انسانها رو با هر دینی به هم وصل میکرد و این با کلیسایی که میخواست در مرکزیت همه چیز باشه در تعارض بود از طرفی افراد بسیار مهم و متفکری به این فرقه پنهانی میپیوستند برای مثال در امریکا بنجامین فرانکلین کسی که عکسش روی اسکناس 100 دلاری است در قرن 18 به لوژ فراماسونری فیلادلفیا پیوست فرانکلین واشنگتن پاول رنویر و جان هنکاک و چند نفر دیگر ماسون های بودند که در شکل استقلال امریکا نقش بسیار به سزایی داشتن و البته به خاطر نقش این افراد در شکلی امریکا این تئوری توته مطرح میشه که امریکا در اصل سرزمینی ماسونیست که تا اینجا متوجه, متوجه شدید که داستان تحت کنترل پنهانی فرقه ماسونها به وجود آمده اینجا ما باز در وادی روایت هستیم همه اینها به خاطر ماهیت مخفیانه و پنهانی این فرقه است شکلگیری انقلاب امریکا که منجر به استقلال این کشور شد از واقعی به اسم باستن تی پارتی نشعت میگیره خلاصه ماجرا این بود که چند نفر کشتی های چای انگلیسی ها رو غرق میکنن و این یک آغازی برای انقلاب امریکا ایده ای است که افراد دخیل در این ماجرا مثل فرانکلین جان هنکاک و کسان دیگر فراموسون بودند البته اینطور هم نیست که هرچه می شود و نمی شود به فراماسونا ربط داریم و بی منطق عمل کنیم نمیشه از هر چیزی یک مثلث و یک ستاره پنج پر استخراج کنیم و بگوییم این نماده فراماسون و شیطان است و غیره کار تئوری توته همین هست چیزی که میخوایی را پیدا میکنی و به چیزی که اعتقاد داری مرتبطش میکنی بعد برمیگردیم به داستان امریکا و شکل گیریش برای مثال میگویند که 56 نفری که بیانیه استقلال امریکا را امضا کردند نه نفر رسما فراماسونی بودند از زاویه های متفاوتی میتونیم به این قضیه نگاه کنیم بستگی داره که شما بخواهید کدام وزنه را سنگینتر ببینید و با اعتقادات خودتان مسائل رو چگونه به هم رفت بدید به هر حال اون چیزی که مهرز هست این هست که فراماسون‌ها ها در شکلی امریکا نقش داشتند و این نقش با اولین رئیس جمهور امریکا جورج واشنگتن به حد اعلای خودش میرسه چون واشنگتن یک مستر یک مستر ماسون بوده روایت های میگن که فراماسون فراماسون ها نبودند هیچ وقت جنگ بین امریکا و انگلستان به نفع امریکا پایان نمیرسید که اگر اونها نبودن این به پایان نمیرسید به اصطلاح در حقیقت داستان این هست که ژنرال واشنگتن در زمان جنگ با انگلیس ها میدونید که اگر نیروهای بیشتری و فرماندگان بهتری نداشته باشه شکست میخوره مشخصا پس از دوستش آقای بنجامین فرانکلین که او هم فراماسون بوده کمک میگیره و نیروهای کمکی متشکل از فراماسون های اروپایی از اروپا برای کمک واشنگتن سر میرسند در ادامه واشنگتن پیروز جنگ و اولین رئیس جمهور امریکا می شود. اینجاست که واشنگتن از معمارهای مختلف درخواست میکنه نقشه شهر واشنگتن رو طراحی کند. اینجا باز به تئوری توتعه رجوع میکنیم بی تردید میتونید در مستندهای مختلف ببینید که شهر واشنگتن در اصل بر پایه الهامات ماسونی طراحی شده معروفه که اگر مجلس امریکا رو سر پرگار بگیرید و بر سر پرگار به کاخ سفید و سر دیگرش رو به یادبود جفرسون وصل کنید و در مقابلش گونیایی رو متصور بشوید که رأس اصلی آن روی یادبود لینکلن باشه و دوزل گونیا رو به کاخ سفید و یادبود جفرسون وز کنید تصویری که بالا میبینید همان علامت پرگار و گونیای فراموسون هاست باید این نکته را ضروری میدونم که تأکید یا رد این روایت ها در تخصص ما نیست ما از یک دید بیطرف از یک دید بیطرف تنها روایتگر این مباحثیم بر حال چه این شهر و المانهاش به فراماسونری ربط داشته باشه چه نداشته باشه زمانی که میخواستن ساخت بنای مجلس امریکا رو آغاز کنن از فراماسون هم دعوت به حضور کردن تا سنگ اصلی بنا رو در جای خودش قرار بدن چیزی شبیه به مراسم کلنگزنی زنی در ایران واشنگتن حتی روپوش فراماسونی خودش رو هم تن میکنه و با مراسم فراماسونری سنگ بنا رو قرار میده با روی کار آمدن واشنگتن فراماسونری در امریکا به شدت گسترش و قدرت پیدا میکنه کار به جای میرسه که مردم به اوضاع مشکوک میشن هر طرف رو نگاه میکنیم چه میبینیم فراماسون ها حاضرند نکند کنترل کشور در دست اینهاست هاست قضاوت با شماست تا برنامه دیگر